من امروز دوستان عزیزم میخوام درباره خانم انصاری صحبت کنم، اولین زن فضانورد بود که رفت. فضاپیمایی سایوز TMA-9 با 3 سرنشین که حامل نخستین ایرانی فضانورد به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی ISS هست، روانه مدار زمین خواهد شد. از این لحظه بیننده ویژه برنامه شبکه جهانی جام جم واحد خبر و پخش زنده این رویداد هستیم. خانم انصاری و 2 سرنشین دیگه همکنون در فضاپیما قرار گرفتن و مراحل نهایی برای پرواز و آماده سازی در حال انجام هستش. آقای ناظمی، این زن با تمام شجاعتش و به خاطر ایرانی بودن خودش حتی اون زمان 20 میلیون کمک کرد به خیریه که بره روی این برنامه. چه بخواید چه نخواهید میرم، این تمام اراده انوش انصاری برای رسیدن به رویاش بود، رویایی که برای تحققش اجازه نداد کسی تفکر، تخیل یا آرزوهاش رو محدود کنه. نخستین فضانورد ایرانی که در سال 2006 با فضاپیمای روسی به مدت 9 روز در مدار زمین قرار گرفت و آزمایش‌های علمی رو برای آژانس فضایی اروپا انجام داد. او 4مین نفر توی دنیا است که با پرداخت حدود 20 میلیون دلار هزینه سفر فضایی خودش رو داده. انوشه انصاری زاده 21 شهریور 1345 در مشهد که در ابتدای دهه 60 همراه خانواده به آمریکا مهاجرت می‌کنه. دوره کارشناسی و ارشدش رو در رشته الکترونیک میگذرونه و بعد از بازگشت از فضا ارشد دوم خودش رو در رشته ستاره شناسی میگیره. البته انوشه انصاری یه دکترای افتخاری علوم از دانشگاه جورج میسون رو هم در سال 2012 گرفته. دارنده جایزه پیشگام فضا از جامعه ملی فضای آمریکا، تا کنون از خود چندین مقاله و 2 پتنت در مورد عملکردهای اتوماتیک و گره‌های شبکه‌های بی‌سیم ارائه داده. انوشه که بعد از ازدواج نام خانوادگی همسرش رو انتخاب میکنه و همراه او شرکت تلکام تکنولوژی رو که فعال در زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های کامپیوتری بود تأسیس میکنه و به درآمدی میلیاردی میرسونه. سپس سهام شرکت رو میفروشن و شرکت دیگه‌ای به نام پرودیا سیستمز تأسیس میکنن که فعال در زمینه خانه‌های هوشمنده. انوشه انصاری جزء کارآفرینان و تاجران تحصیل شده دنیاست که موفقیت‌هاش تحقق رویای رسیدنش به فضا رو فراهم کرده. او به همراه پروفسور فیروز نادری تنها دانشمندانی هستند که با به عرصه اسکار می‌زنند، که البته به جای اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کردند که متن پیام فرهادی از زبان انوشه انصاری به گوش دنیا رسید. جایزه انصاری ایکس پرایز به ارزش 10 میلیون دلار از سوی خانواده انصاری با هدف تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار سفرهای فضایی بنیان‌گذاری شده. انوشه انصاری به همراه برادر همسرش بنیاد خیریه اهورا را هم بنیان‌گذاری کرده و اداره اون را به دست گرفته. خیلیه، این بانو در هر شهری که میره مهمونی میذاره، تمام سرمایه‌دارا رو جمع میکنه دورش و برای کودکان و مردمش کار خیر انجام میده و باعث سربلندی ایران و ایرانی بودن. چند سالیش میگذره از این خبر، ولی من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که همچین زنی با چنین جسارتی هم مرگ و زندگی خودش گذشت. خیلی مهمه. We were seated inside the capsule and the whole time I was just very, very calm. And I think it had to do with the fact that I felt like if I die after reaching space, I'll die a happy person. And I felt very privileged, actually, that I had the opportunity to realize this childhood dream I had. خداوند حفظ کرد، سالم برگشت و هنوز که هنوز قدم‌های مثبتی برای ملتش برمی داره. بله، ایرانی ها در هر جای دنیا خوب درخشیدن و باعث افتخار همه است و این نسل پرژیاس که چنین افتخارهایی را
در دنیا به وجود بیارن و رأس تمام بزرگترین کمپانی ها و بزرگترین دکترای امریکا ایرانی هن. خیلی مهمه. از تو هواپیما سازی بگیر تا بقیه رأسشون همه ایرانی هن. ما ایرانی هم باید افتخار کنیم که از نسل کوروش هستیم که پرژیا و به امید روزهای خوب برای تمام ملتمون و آرامش راحتی رو و سالم بودن زندگیشون و محیطشون آرزو میکنم و از خانم ننصاری هم تشکر میکنم که انقدر در فعالیت برای کودکان حتی یه مهمونی در سان فرانسیسکو دعوت داشتم از طرف ایشون که برم که متاسفانه نرفتم ولی تلفنی کارامو باش انجام دادم. انشالله که یه روزی دیدار داشته باشیم با امید روزهای خوب برای ایرانیان و خانم انصاری. همیشه به خودم میگفتم که یه روزی من بالاخره به فضا خواهم رفت، به دوستان میگفتم، به مادر پدرم میگفتم، به همه میگفتم و همه موقع کوچیک بودم یه دستی به سرم میزدن و میگفتن که حتما میری، حتما میری، بعد از اون برم یه لبخندی میزدن که حالا بذاری ذره بزرگ عقلش میرسه. فکر میکنم من یا هنوز بزرگ نشدم یا هنوز عقلم نمیرسه، برای اینکه این یه آرزوی بودش که هیچ وقت از دست ندادم و با خودم همیشه اینو توی قلبم نگه داشتم و پرورشش دادم. همین باعث میشه فکر میکنم که آرزوهایی که خیلی غیر ممکن به نظر میاد با این حال به واقعیت پیونده، برای اینکه اگر فراموشش کنیم، اگر حتی دری جلوی راهمون باز شده چون فراموش کردیم اون آرزومون رو، هیچ وقت اصلا به طرف اون در شاید نریم، ولی اگر توی قلبمون نگهش داریم اون در و اون راه رو بالاخره میتونیم پیدا کنیم و ببینیم.